بریم موضوع دوم که فلسطین باشه. جلسه 131 رادیو فلسطین، 41 در شرح کتاب شیخ قرضاوی، که ایشون میگه که استعمار صهیونیست استعمار ستمگر ظالمه و این یک چیز بدیهی، نیاز به استدلال نداره. لیکن با این حال ما سخنانی از خودشون میاریم، از جودا مانس، اولین رئیس دانشگاه عبری، میگه که یهودیان حق دارند که در دنیا طلب عدالت بکنند، ولی من آماده نیستم که برای چنین حقی از راه ستم و ظلم به عرب ها بهش دست برسیم. یعنی که ما داریم ظلم میکنیم. یا پروفسور بنیامین کوهین، استاد دانشگاه تل آویو، میگه که یهودیان همیشه قربانی سختگیری دیگران بودن. چطور برشون جایزی که خودشون چون سختگیر باشن، چون خشن باشن؟ و بسیاری از یهودیان این رأی دارن، بخصوص چپگرایانشون. در امریکا دو جنبش یهودی وجود داره، یکیشون اسمش صلح الان، یکی زمین در مقابل صلح، دو جنبشه. و همه اینها ظلمی را که دولت صهیونیستی بر فلسطینیان میکنه به شدت ازش انتقاد میکنن و نظرشون برای اینه که به فلسطینیان باید یک وطن مستقل داده بشه تا با حسن جوار با هم زندگی کنن. و حتی بسیاری از یهودیان داخل فلسطین هم اینچونی فکر میکنن. لیکن فعلا راستگرایان سوار قدرتن. پنجمین موردی که ایشون میاره، میگه که این استعمار صهیونیست یک استعمار تروریستیه و این از هر چیزی واضح تره، برای که گوشت و پوستش از ترور و تروریسم تغذیه کرده و از ابتدا باندهای معروف تروریست صهیونیست بودن، از هاگانا و ارگون و استر که جنایت های متعددی مرتکب شدن تا دولت اسرائیل وجود آوردن. یعنی دولت اسرائیل با تروریسم ایجاد شده، با آتش و بسترا آهن بنا شده، زنها رو، بچه ها رو، پیرمردها رو به طریق وحشیانی کشته که در تاریخ نظیر نداشته. حتی مراهنه می کردن که چطوری شکم حامله ها رو پاره کنن که ببینن این دختره یا پسره، شکمش رو پاره میکردن و میخندیدن. بعد هم بچه این ارتب تعلیمات توراتی شونه، هم مادر رو زفه میکردن و هم تپلو. این تمدنیه که آقای نتانیاهو ازش دم میزنه و با این دولت هم با تروریسم توسعه پیدا کرده، بیشتر از که قرار تقسیم سازمان ملل بهش داده و بعدم در سال 67 بیشتر از اون زعیم اسرائیل کرده. و تروریسم صهیونیسم همون چیزی است که همسایگان عربش رو تهدید میکنه، اینکه هیچ نیروی هسته‌ای یا غیر هسته‌ای نداشته باشن، بلکه قدرت فقط دست یهود باشه. ولی در گذشته با همکاری ایران البته نیرو هسته عراق زدن و حتی جوانان عربی را که در میدان هسته‌ای کار بکنن اونا را میکشن مخفیانه. بیشتر از این یک حادثه هم دلیل بر اینه، بلکه همه مسلمانان در این مورد تهدید میکنن اگه چنین کوششی کردن. همچنان که پاکستان وقتی در مقابل هند به قدرت رسید، به نیرو هسته‌ای دست یافت، اسرائیل اونو برای خودش که یه خطر میدونه و اگه بتونه بشه ضربه میزنه. و تروریسم اسرائیل که به دست دولتش قهرمانان مقاومت فلسطین را که از
دین خود، از سرزمین خود، از مقدسات خود، از کشور خود دفاع میکنن، در هر جا ترور میکنه، همچنان که شقاقی رو، عیاش و شریف رو ترور کردن، خالد مشعل رو میخواستن ترور بکنن. و تروریسم صهیونیست از قدیم هم نمازگزاران مسجد یافا رو ترور کردن، در دیر یاسین کشتارگاه درست کردن، بچه های مدرسه بحرالبقر رو در مصر کشتن، نمازگزاران مسجد خلیل رو در فجر رمضان کشتن و بسیاری رو در یک تونل ترور کردن و در همچنین در قانا در لبنان و کارگران بیچاره رو در نزدیک ترقومیا در منطقه خلیل کشتن و همچنان دستشون پر از خونه. اینا همش قبل از حادثه غزه، تراژدی غزه بوده. عجیب اینجاست که تروریست های صهیونیست همه اینا رو انجام بدن، اون موقع ماها رو بگن شما تروریستی، اما خودشون از هر تهمتی مبران. این چنین مردم رو فریب دادن. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.